آمین. با سپاس، با سپاس. با عبور از سال پررنج و اخبارهای ناگواری که شنیدیم، دیدیم، در تصور بر این هستیم که سال جدید رو بتونیم در امنیت و آرامش و خوشی و سلامتی داشته باشیم. آدم و حوا تصور بر این کردن که اگر از میوه درخت نیک و بد بخورن حتما ایام بهتری خواهند داشت، زندگی بهتری خواهند داشت، ذهنیتشون باز میشه و میتوانند به حکمت بیشتر عمل کنند تا شاهد پیروزی ها توی زندگیشون باشن. اما غافل از این که دیدیم هرچند عهد شکنی کردن اما برعکس آن چیزی شد که پدید آمد. امروز هم گاهی انسان ها در تصور این هستن با خوردن میتونن رفع خیلی از مشکلات رو بکنن. بر فرض مثال اگر افسرده هستن، نگران هستن، خسته خاطر هستن، با کشیدن مواد مخدر، با خوردن مشروب زیاد و یا قرصی بتونن آروم بشن. اگر ضعیف هستن با خوردن یک خوراکی قوی بشن، مسلماً تا یک مرزی قابل درک هستش و تأیید هست، اما همیشه نیست. ما ایرانی ها که خیلی خوشخوراک هستیم، وقتی که خوب میخوریم چاق میشیم، میگیم چی بخوریم که لاغر بشیم، بازم میخواییم بخوریم، برای لاغر شدن اونم میخواییم بخوریم. اما میبینیم که اینگونه نمیتونه همیشه پاسخ بده به ما. و همچنین قائن در تصور بر این بود که برای اینکه بتونه محبوبیت خودش رو در حضور خدا به دست بیاره، نسبت به اشتباهی که کرده برادر خودش رو نیز میکشه و با کشتن تصور میکرده که میتواند اون جایگاهی که خوب هست رو داشته باشه. نه قائن مسیر درست رو رفت، نه بعد از قائن آنانی که با جنگ، با قتل، با ترور شخصیت‌های افراد موفق توانستن زندگیشون رو بهتر کنن. و آنان نیز متاسفانه تا به امروز هرچند ادامه داره این جنگ‌ها، این برخوردهای تند، اما می‌بینیم که جواب نمیده. همچنین شاهد بر این هستیم که افرادی مانند یعقوب زمانی که برادر خودش عیسو و پدر خودش اسحاق رو فریب میده، تصور بر این میکنه فرار میتونه بهترین راه باشه. و ما اون شاهد هستیم افراد به خاطر اینکه وضعیت کاری بهتری داشته باشن از محل کارشون فرار میکنه، برای اینکه بتونن تو جای امنی باشن از سرزمینی که داره اونها رو آسیب میرسونه، از جمله ما ایرانی هایی که هیچ امنیتی در کشور عزیزمون ایران نداشتیم به خاطر نظام اسلامی، فرار کنن. توی برخوردها از خونه فرار میکنن، جدایی ها ایجاد میشه، طلاق ایجاد میشه و این جدایی ها، این طلاق ها تصور اشتباهی هست که انسان رو به جایگاهی میبره که میتونه زندگی بهتری رو داشته باشه و این نیز موفق آمیز نبوده. با تحقیقات و در تجربه و حتی با تشویق کلام خداوند، تعلیم رو بهترین روش میتونیم بپذیریم که میتونه کمک ما بکنه برای یک زندگی خوب و یک زندگی سالم. حتی وقتی که خداوند قوم اسرائیل رو از مصر صدا میکنه و او رو در مسیر کنعان قرار میده تا سرزمین خودشون رو داشته باشن، فقط یک پیامی نبود که از مصر بیایید بیرون، بلکه شاهد بر این هستیم که خدا به توسط موسی 613 قانون شریعت رو برای یک زندگی خوب، یک رابطه خوب انسان با خودش، رابطه خوب انسان با دیگران، توی شرایط نظم و بهداشت قرار میده. اما غافل از این که بازم ما شاهد بر این هستیم که قوم اسرائیل متاسفانه با این همه تعالیم
بازم نتوانست در یک زندگی خوب و استاندارد قرار بگیره و بت پرستی کرد و گناه کرد. در کتاب تثنیه باب 4:5-6 این گونه اعلام میکنه: اینک چنان که یهوه خدایم مرا امر فرموده است، فرایض و احکام به شما تعلیم نمودم تا در زمینی که شما داخل آن شده به تصرف می‌آورید چنان عمل نمایید. پس آنها را نگاه داشته، یعنی انجام بدید اون قوانین رو، اون تعالیمی که میتواند برای شما خوب باشه، و به جا آورید، زیرا که این حکمت و فطانت شماست، یعنی دانایی شماست، هوشیاری شماست، بیداری شماست، و در نظر قوم‌هایی که چون این فریضه را بشنوند خواهند گفت هر آینه این طایفه بزرگ قوم حکیم و فطانت پیشن. یعنی قومی هستند که حکیمانه عمل میکنن و پیروزی ها و موفقیت ها نیز خواهند داشت. اما غافل از این نیستیم که کلام خداوند در طول این 40 سال ثابت میکنه قوم اسرائیل به گناه و بت پرستی کشیده شد. اما سوال اینجاست، چرا؟ مگه تعالیم خدا، در تعلیم ما قدرت الهی رو نداریم که جواب درست رو بگیریم؟ آیا تعلیم از طرف خدا نمیتونه به ما تضمین 100% بده که مریدان او میتوانن زندگی خوبی داشته باشن؟ بله؟ بله، یه بله و یه نه بگید. بله. اما مریدان او، یعنی مریدان 100% نسبت به تعلیم. ولی گویا تعلیم حتی از طرف کلام خداوند یک خلای خالی رو در وجود شخص و افراد میبینه و اون توانایی تعلیم میتونه درست باشه. آیا من توانایی اونو دارم؟ یکی از توانایی های ما ادراک ماست، درک درست است. از تعلیم تا تعلیم پذیری مرزی است که آیا من میپذیرم، تصمیم دارم عمل کنم یا نه، یا فقط دوست دارم بشنوم، تعالیم خوب رو میشنوم ولی به هیچ وجه میل ندارم اون رو انجام بدم. برای آدم و حوا که از باغ عدن رونده شده بودن، نقطه ضعفشون همون عدم روح القدس بود. وقتی که اومدن روح القدس رو از دست دادن و بشر امروزی همین است. زمانی که اون قدرت و توانایی و اون کشش رو نداره که روح خدا هست، هر چقدر تعالیم نیکوست، میشنوه، دوست داره، آمین میگه، اما گویا عملی درش نیست. حداقل از 1 تا 10، 5 تاشو نمیتونه انجام بده، کامل نمیتونه اون رو انجام بده. مطابق کتاب یوئیل 2:28-29، حزقیال 11 و همچنین حزقیال 36:25-27 که اشاره میکنه به این که من و شما به عنوان ایمانداران به خدای زنده و خدای حقیقی، نه ایمانداران به مذهب، ایمانداران مذهب یعنی با رسم و رسومات، یعنی با مرده پرستی، یعنی با فرهنگ پرستی در اون باور و اون مذهب توی دایره کاری رو انجام بدیم که اساتید خودمون رو، علمای خودمون رو، مردم رو خوشحال و هپی کنیم، حالا خودمونم یه احساس خوبی خواهیم گرفت. اما نسبت به حقیقتی که خدا ما را آفریده، میباید این قوت روح القدس باشه که در من عمل میکنه. در کتاب حزقیال 36:25-27 برای این نقطه ضعفی که انسان داره و یک سوال هست، خدا این گونه اعلام میکنه: آب پاک بر شما خواهم پاشید، که اشاره میکنه به 2000 سال قبل که مسیح آمد، یعنی تقدیس، یعنی توبه، یعنی قلباً اون انسان میل به گناه نداره و اگر گناهی کرده قلباً میخواد توبه کنه، نه مذهبی توبه کنه، نه به خاطر اینکه دل خوش کنه دیگران رو، نه به خاطر ثواب، بلکه به خاطر اینکه بتونه حقیقتاً در مسیر اراده خدا قرار بگیره. آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد، پس بی گناه خواهید شد، و شما را از همه نجاسات و از همه بت‌های شما طاهر خواهم ساخت. اینو داره به قوم اسرائیل میگه.
یعنی قوم اسرائیل پذیرفته بودن که بت پرستی بکنن. پس ما اگر امروز اعلام میکنیم هموطنان عزیز ما، مورد احترام ما، به عنوان مسلمان بالای سر امامزاده ها میرن، امامزاده پرستی میکنن، حسن پرستی، حسین پرستی میکنن، این بت پرستی است، تعجب نکنیم. حتی قوم اسرائیل که یهوه خداش بود بت پرست بود. حالا ایرانی های مسلمان که الله خداشونه، اصلا خود بته، خداشون بته، چقدر بیشتر آسیب میخورن. و اعلام میکنه و از همه بت‌های شما طاهر خواهم ساخت و دل تازه، یعنی فکر و اندیشه تازه به شما میدم نسبت به تعلیم، و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد. آنچرا که امروز من و شما برای استارد سال جدیدمون باید از خدا بخوایم، پری روح القدس رو بخوایم، قوت خدا رو بخوایم. از این روی عیسی مسیح به شاگردان خودش زمانی که اعلام وفاداری کردن و یکیشون خیانت کرد، اون 11 نیز فرار کردن، دو سه هفته پیش درباره‌اش صحبت کردیم که پتروس سه بار وقتی که مسیح رو منکر میشه، بار آخر وقتی که بهش میگن تو از دار و دسته مسیح هستی، قسم میخوره. فکر نکنم قسم خود جون عمم، نه، به خدا قسم خورده، به یهوه سوگند خورده. چه اتفاقی افتاد برای پتروس که ترس وجود کامل او رو گرفت؟ چون قوت روح القدس نداشت. اگر میخوای امسال سال پیروزمندانه ای باشه، در ابتدا قوت روح القدس رو بخواه. اگر در سال گذشته موعظه های کشیش ها رو شنیدی، کشیش رسول رو شنیدی درباره بشارت، که بریم بشارت بدیم، هنوز بشارت ندادی، هنوز میترسی بشارت بدی، هنوز نگران هستی برای بشارت، به خاطر این هست که اعمال رسولان 1:8 نشدیم که از روح القدس پر بشیم، از قوت او. قوت یعنی اقتدار، یعنی اتوریتی، یعنی جرأت گفتن. همه ما تجربه کردیم، ذهن ما، فکر ما گاهی مطالب اینقدر عالی میاد نسبت موضوعات ما، موضوعات مختلف، میگیم میریم اینو به اون میگیم، میریم فلان میکنم، حتی به نزدیکترین کسی اون میرسیم، این دفعه من اینو ببینم اینو بهش میگم، ولی وقتی میرسیم چی نمیگیم؟ چرا؟ چون جرأت نداریم، چون میترسیم. از این روی عیسی مسیح، از روح القدس پرشید، با قوت اون بشارت بدید، با قوت اون نیکی کنید، با قوت او بتونید آنچرا که در ذهنت به عنوان یک زندگی خوب برای امسال هست رو تصویرش رو ببینی و بعد در اون قدم برداری، به درستی، به پاکی، به حکمت، به محبت قدم برداری. من از ادامه میده و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور کرده. دل که پر از غرور، منیته، پر از منافع طلبیه، آبروداریه، خودم مهمم، آبروم نره، من بهتر از فلانی هستم، هزاران دلیل دارم که جایگاه من بهتر از خیلی ها هست، من کجا و و و و. این دل سنگ شده، دل سنگی که پر از کینه و نفرته، پر از حسادته، نمیتونه خوشحالی دیگران رو ببینه اگر خودش خوشحال نیست. میگه این دل رو میخواد بشوره. دل گوشتین به شما خواهم داد، یعنی نرم، و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد. روح خدا در ما خواهد بود. از این رو برای یک ایماندار به مسیح حقیقتا این موضوع خیلی لوسه که من حتما باید برم اورشلیم تا خدا رو ملاقات کنم. خدا رو شکر برای اورشلیم، برای اسرائیل این دوسته، این اصلا جواب نمیده. چرا؟ که من مطابق نامه اول قرنتیان که اعلام میکنه که روح خدا با من هستش، قوت خدا با من هست، بدن من پیکر خداست، من با این دارم، با این ایمان دارم زندگی میکنم و مطمئن هستم که قوت خدا با ماست، پس هیچ میل به این نخواهم داشت که حتما در یک مکانی من برم که اون مکان دلیلی بشه که وجود من، ذهن من از روح القدس لبریز بشه.
بلکه من ایمان دارم که قوت خدا با من هست، چرا که به مسیح ایمان آوردم. و این پیشگویی هستش که برمیگرده حدود 2700 سال قبل، یعنی حدود 700 سال قبل از تولد مسیح، و ادامه میده: و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایض خود، یعنی آنچرا که دلیل یک زندگی خوب و حیات جاوید هست، خود سالک خواهم گردانید تا احکام مرا نگاه داشته آن را به یاد آورید و به آن نیز عمل کنید. امروز من و شما به عنوان یک ایماندار میخواییم نزدیک سفره خداوند بشیم. نیاز داریم زندگیمون رو تقدیس کنیم. خیلی جنگا درونمون هست، نمیتونیم بپذیریم، حتی نمیتونیم صحبت واعظین رو قبول کنیم. یک واعظ وقتی صحبت میکنه میگیم اینش خوبه اونش بده، کلام رو باز میکنیم این مال امروزه اون مال اون دیروزه، اون مال فرداست، اون مال من نیست اون مال اونه، همش داریم اینجوری داوری میکنیم. میدونید چرا؟ چون قلبه هنوز گوشتی نشده، هنوز فروتن نشده رسول، که وقتی که مطلبی رو از کلام خدا میشنوه نگه این مال 2000 سال پیشه، این مال 4000 سال پیشه، ده یک مال الان نیستش، پوری روح القدس مال الان نیستش، شفا مال الان نیستش. آنچه را که میشنه مثل کودکان نیست باور خواهد داشت که بهترین رو نیز میتونه دریافت کنه. هرچند به تعلیم بسیار پایبند هستیم، تعلیم رو خیلی دوست داریم، اما فقط تعلیم نیست. برای همین هست وقتی که مردم در جهان سخنی رو از یک فیلسوف میشنون، از یک مرد بزرگ میشنون، از کسی که توی تاریخ مطرح هست، خیلی بهتر به دلشون میشینه تا رسول صحبت کنه. اگه یه دکتر صحبت کنه خیلی بهتر در قلبش قرار میگیره تا رسول سخن بگه، یا امثال رسول ها سخن بگن. نمیتونن خوب این رو هضمش کنن، چون دوست دارن افرادی سخن بگن، مطالبی رو از افرادی بشنون که پوزیشن های بالایی داشته باشن تا اون وجود سختشون رو بشکنه. ولی خداوند داره به ما این مژده رو میده که میتونی در حضور من از روح من تو نیز پر بشی. برای همین هستش که ما در بین افرادی که دوستشون داریم، شعرامون مانند حافظ، وقتی دوستشون داریم بر اونها تکیه میکنیم. اما افسوس که حافظ برای ما میشه یک فالگیر، اونقدر این مرد دانشمند ادبیات فارسی رو میکشیم پایین از اون جایگاه خودش، بعد میکنیم میشه فالگیر، با کتابش فال میگیریم. به سعدی نیز باور داریم، شخصی که پندهای زیبا میده، معلم اخلاق هست، ولی از سعدی استفاده میکنیم، از شعرش استفاده میکنیم که حال دیگران رو بگیریم، دیگران رو ادب کنیم، دیگران رو پند و نصیحت کنیم. از خیام استفاده میکنیم در زمانی که نمیخوایم مسئولیت بپذیریم، افرادی هم میشیم که بیخیال میشیم و به یاد شعر اشعار خیام میافتیم، این دانشمند بزرگ ایرانی، و بیشتر میل به خوردن مشروب و شراب و اینها که میشه خیامو میکشیم وسط. موقعی که میخوایم بگیم ما عادل هستیم، ما خیلی عادل و خوب هستیم، از اشعار مولوی استفاده میکنیم و اون رو نمونه قرار میدیم برای اینکه ثابت کنیم ما عادل هستیم. پس این تعلیمات کجا توانسته به ما کاری کنه؟ حتی از فردوسی وقتی که استفاده میکنیم به یاد میاریم که هنر نزد ایرانیان هست و بس، غافل از این که فردوسی در برابر مذهب دروغین اسلام ایستاد و مجال این رو نداد که زبان عربی بر ما تسلط پیدا کنه. مخالف زبان عربی هرگز نیستم، اونم یکی از زبانهای زیبای دنیاست، مخالف اعرابم هرگز نیستم، اما مخالف مذهب شرارت و شیطانی اسلام هستم، چون از طرف خدا نیستش. فردوسی هم همین گونه فکر میکرد، اما فقط بسنده میکنیم به 4 شعر که هنر نزد ایرانیان هست و بس تمام، که غرور ما رو نشون میده. بقیه شعرش هم دیگه کاری نداریم،
که چگونه میگه. پس این تعالیم چگونه توانسته به ما کمک کنه؟ حتی ضرب المثل ها، ضرب المثل های بسیار، سالی که گذشت پر از سختی، پر از رنج، اکثرا وقتی به هم میرسیدن کوتاه‌ترین جمله‌ای که یاد گرفتیم از گذشته و شعر و ادب میگفتیم این نیز بگذرد و داره میگذره، مدام داره میگذره. در دوران خیلی قدیم گذشته، شخصی وقتی که داشته میرفته به حمام، متوجه میشه یک جوان رشید خوش‌تیپ هیزمی رو روی کولش گذاشته و داره به سمت حمام میره. تعجب میکنه، بعد میبینه رفت پشت حمام یک کوره هست که اونجا آتشی هست که آب حمام رو گرم میکنه، و دید با چه سختی و دشواری این هیزما رو میریزه اونجا، حتی بارها نزدیک بوده اون بسوزه. میره بهش میگه خسته نباشی ای جوان، چه کار سختیه تو داری انجام میدی. میگه این نیز بگذرد. بعد از مدتی دوباره وقتی میرفته حمام میبینه این شخص جوان صندوقدار شده. میگه چقدر خوب شد، از اون کار سخت تو نیز رهایی پیدا کردی. میگه ای بابا این نیز بگذره. بعد از مدتی میره حمام که میره میبینه صندوقدار نیستش. از این اون میپرسه این آقای صندوقدار چی بود؟ ما هر دفعه میمدیم باشه احوال پرسی میکردیم، اونا که اونجا کار میکنم میگن ایشون نصف این حمامو خریده، الان شریک شده. میگه چقدر خوب. به هر حال پیداش میکنه، بهش تبریک میگه. میگه ای بابا این نیز بگذرد. بعد از این مدتی وقتی میرفته حمام، به هر حال با این دوست شده بوده، میرفته سلام علیک میکرده، متوجه میشه اونجا نیستش. میره به شریکش میگه که صاحب حمام بوده. میگه این رفیق ما کجا رفت؟ کجاست؟ نمیبینیمش. میگه آره سهمش فروخت به یه نفر دیگه، توی بازار یه مغازه کوچیکی گرفته اونجا کار میکنه. عجب. به حال میره پیداش میکنه و بهش تبریک میگه، دوباره بهش میگه این نیز بگذرد. دوباره بعد از مدت ها که میرفته بهش سر میزده، یه روز متوجه میشه که توی مغازش نیست و از دوستان میپرسه. میگه از این خبری نداری؟ این رفیق ما بوده. میگه آره این مغازشو فروخت به خاطر اینکه وقتی که اومد وارد بازار شد اونقدر ایده های عالی از نظر اقتصادی داشت که بازار اینجا رو تکون داد و این به گوش پادشاه رسید و پادشاه اون رو مسئول حسابداری کاخ خودش کرد. به هر حال وقت میگیره میره توی کاخ، اینو میبینه میگه عجب، از کجا؟ تو یه هیزم شکن بودی، الان شدی حسابدار کاخ. میگه این نیز بگذرد. مدت ها میگذره، پادشاه میبینه عجب نبوغی داره، چه حکمتی داره، اون رو میکنه به عنوان یکی از بزرگترین وزرای خودش، وزرای وزیر اقتصادیش میکنه برای کشور. و دوباره وقتی که این دوستش رو میبینه تعریف و تمجید میکنه، دوباره میگه این نیز بگذره. همین صحبتهایی که من شما میکنم. میگه دیگه چی بگذره؟ از این بهتر؟ بذار باشه، کجا میخوای بگذره؟ پادشاه پسر نداشته، فرزندی نداشته. وقتی که میبینه درایت این شخص رو، وصیت میکنه بعد از مرگش این پادشاه بشه و این شخص پادشاه میشه. و اینکه دوست پادشاه بود، میره پیشش میگه باورم نمیشه از یک هیزم شکن حالا تو شدی یک پادشاه. میگه این نیز بگذرد. این پادشاه مریض میشه و فوت میکنه. همین دوستش وقتی میره سر قبرش میبینه روی قبرش نیز مطلبی رو نوشته در این رابطه. نوشته هم موسم بهار هم تراب خیز بگذرد، هم فصل ناملایم پاییز بگذرد. گر ناملایمی به تو کرد از قضا، خود را مساز رنج که این نیز بگذرد. اما کجا میگذره؟ چگونه میگذره؟ آیا به این فکر کردیم؟ سال گذشته با تمام رنج ها و سختی ها گذشت، چه درسی گرفتیم؟ چه پندی گرفتیم؟ کجا توانستیم به توسط روح القدس، نه اخبار این دنیا، نه خبرهای سیاسی، توی خلوتگاه کجا توانستیم این قوت رو از روح القدس بگیریم که به توسط اون توی یک جایگاه خوبی باشیم؟ پس اگر تعالیمی که از دوران کودکی تا به امروز با ما بوده، این جهان میباید تا الان
بهش شده باشه، که درش هیچ درد هیچ رنجی نبوده باشه. ولی همین امروز هم با دلهورا زندگی میکنیم. میگن کرونا شاخه های بیشتری داره پیدا میکنه، جهش های بیشتری پیدا کرده. کرونا تموم میشه یه موضوع دیگه ای نیز پیدا میشه که به ما میخواد آسیب بزنه. پس تعالیم به تنهایی نبوده. بیاییم امسال در کنار تعالیم درست به پوری روح القدس زندگی کنیم. آمین. با قوت روح القدس زندگی کنیم. 12 سال هستش که من تعالیمی که میدم 4 گانه است، یعنی فصل به فصل 4 موضوع رو مطرح کردم. نمیخوام خود ستایی کنم. تعالیمی که دادیم گفتاری بوده، دیداری بوده، روی تابلو انداختیم، حتی نوشتاری بوده، یعنی شما نوشتید. اما من میخوام از خودم بپرسم، آیا حقیقتاً اگر فقط این تعالیم میتونست کار بکنه، ما حداقل 1000 نفر رو تو همین کلیسا تعمید دادیم، پس کشن چی شدن؟ چرا تغییرات نیست؟ چرا نسبت به آنچه که ما فکر میکردیم عملا نمیبینیم؟ نه تنها من کشیش ادوارد عزیزم رو میگم، برادر وارتان عزیزم رو میگم، پیشکسوتان رو میگم که دارن ایرانی ها رو خدمت میکنن با تعالیم آنچنانی. و حتی شاهد بر این هستیم که افرادی بودن بر علیه این مردان و زنان ایمان که تعالیم خوب دادن، سخنان بد گفتن، حتی شاگردانشون بودن. پس این تعالیم نتوانسته عمل کنه. تشویقتون میکنم به تعالیم نه فقط، بلکه به پوری روح القدس. بیاین تصمیم بگیریم امسال عوض بشیم. مردان و زنان ایمان در طول سالها تعالیمشون عالی بوده. من و همسرم زهره جان در کلیسای جماعت ربانی ایران با تعالیم برادر ادوارد، برادر وارتان عزیز و کشیشای محترمی که اونجا بودن، معلمی که بودن، رشد کردیم. اما تعلیم گرفتیم به پوری روح القدس نیز عمل کنیم تا در مسیر درست قرار بگیریم. یعنی تعلیم ما با تعمید پوری روح القدس پیوسته توانست جواب بده. و نه فقط تعلیم و تعلیم. تعلیم بسیار عالی است، اما اگر پوری روح القدس رو نداری آسیب خواهی خورد. و مشخصه غلاطیان 5:22 نمیتونه در ما عمل کنه. چندی پیش متوجه شدم شخصی بر علیه یک شبانی، یک کشیشی سخنان بدی میگه. از ایشون خواهش کردم با خودش روبرو شد، باهاش صحبت کن. ایشون خوشبختانه پذیرفت. با اون شخصم صحبت کردم، ایشونم قبول کردن. تلفن اون شخصو دادم، این دوتا با هم صحبت کردم. وقتی که من با اون شخص زنگ زدم گفتم سپاسگزار که با این وقت گذاشتید، گفت خواهش میکنم، چقدر برادر شیرینی بود، چقدر عزیز بود. گفتم مشکلی که ایجاد نشد؟ گفت اصلا مشکل، چقدر عالی بود صحبتهای ما. گفتم خدا رو شکر رفع این مشکل شد. بعد از چندی با اون شخص صحبت کردم، گفت نه بابا یه چرت و پرتی گفتیم حرفشو بزنه. به من بفرمایید کدوم اینها از روح القدس پر بودن؟ کدوم اینها اون غلاطیان 5:22 رو داشتن؟ برای همین هوشیار باشیم، هوشیار باشیم. اون جایی که خشم بر ما حاکمه، کینه و نفرت، حسادت، تلخی بر ما حاکم هست، عزیزان ما غافلیم از پوری روح القدس. بیاییم رک صحبت کنیم. شاید خیلی ها هستن که میل به این ندارن که از پوری روح القدس صحبت بشه، از عطایای روح القدس صحبت بشه. اما در غیر این صورت اگر ما بخوایم فکر کنیم، ما مذهبیون شیک هستیم، ما مسلمانانی هستیم که به مسیح فقط ایمان آوردیم اما به مسیح عمل نمی کنیم که پوری روح القدس هست. امسال سالی باشه که به قوت روح القدس عمل کنیم، با تعالیم درست شبانان، معلمینمون، اما در مسیر درست بیستیم. این پند رسول نیست. در انجیل متی 3:11 یحیی تعمید دهنده میگه من شما را به آب تعمید، به آب به جهت توبه تعمید میدهم، که نشانه این هست که من توبه میکنم و خدا من رو میبخشه. لیکن او که بعد از من میآید از من تواناتر است، که او لایق برداشتن نعلین او نیستم.
او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد، آتشی که ناخالصی های رسول رو می سوزونه، اونجایی که نمیتونم ببخشم، اونجایی که مغرور هستم، اونجایی که ایستادم فقط من درست هستم، طرز فکر من درست هست، نظریه من درست هست، فقط اونجا رو می سوزونه، منو فروتن میکنه، منو آروم میکنه، منو آماده میکنه به اون تعمیدی که گفتم، به اون تعلیمی که گفتم، آمین، به قوت روح القدس نیز بتونم عمل کنم و در جایگاه درستی نیز بیستم برای جلال نام او. پولس رسول از این رو هستش که در نامه اول قرنتیان باب 11 اشاره میکنه به یاد آوردن کار مسیح روی صلیب که به قوت روح القدس امکان پذیره، تا من در زمانی که نزدیک سفره خداوند میشم، اگر روح القدس من میگه رسول تو این گناهو کردی، بگم خداوند توبه میکنم، توبه قلبی، نه این که فقط بخوام تو تیواری کاری انجام داده باشم، خیر، توبه قلبی میکنم و میگم خداوند قبل از اینکه به این سفره نزدیک بشم تو من رو پاک کن و من میخوام مانند آنچرا که تو میخوایی زندگی کنم. و اینجا هست که زندگی ما، سال جدید ما، سالی پیروزمندانه خواهد، سالی پر از امیده، چون امید شما از کشیش رسول و تعلیمش نمیگیری که امروز میگی آه چقدر خوب بود، چقدر افراد به من بعد از اینکه موعظه‌ام تموم شد اومدن گفتن کشیش رسول چه موعظه قوی کردی، این مال ما بود، کوشن نیستن کجان، بعضی هاشون هم که پشت سر منم حرفم میزنن، تازه همونا که تاییدم کردن حرف میزنن، بس این تعلیم به درد من نخورده، حالا به درد هر کی خورده، به درد اونم نخورده. نقطه ضعف کلیساهای فارسی زبان امروز این هست که میخوان، میل به این دارن همه راضی بشن، همه راضی نمیشن، باید به عطایایی که روح القدس اعلام کرده ما پر بشیم، میباید به پری روح القدس عمل کنیم تا بتوانیم مسیح رو در زندگی خودمون داشت باشیم. امسال سالی هستش که خداوند میخواد کلیسای خودش به پری روح القدس برکت بده، تا با دلیری بشارت بده، با دلیری سخن بگه، نترسه، نگران آبروش نباشه، اون چی میگه این چی میگه، دلیرانه بیستید. آیا شما که اینجا هستید با آنچه که من میگم آمین میگید یا نه؟ و اگر عزیزانی که روی اینستاگرام هستن آمین میگن، آمیناتون رو بنویسید، چرا که از آمین شما شیطان میترسه. اعلام آمین کنید و پری روح القدس رو بخواید تا به قوت روح القدس در تعمید، در تعلیم، تعمید روح رو نیز داشته باشید نسبت به آنچه که درست هست. بریم با هم دیگه نامه اول قرنتیان 11:23 رو تا 30 رو داشته باشیم و آماده بشه قلب‌های ما به نزدیک شدن به سفره خداوند. لطفاً چراغ‌های وسط رو روشن کنید، سپاسگزار میشم. نامه اول قرنتیان باب 11:23-30. زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم، که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و گفت بگیرید بخورید، این است بدن من که برای شما پاره می شود. اون چگونه یافتین؟ پولس رسول که با مسیح زندگی نمی کرد، پولس رسول که یکی از جنایتکاران بود بعد از مسیح نسبت به مسیحی ها، مسیحی ها را تحت جفا قرار می داد، پولس رسول چگونه اینو یافت؟ یک نفر بگه، بلند بگو، به توسط روح القدس این رو یافت. من و شما نیست، تعالیمی که داده میشه به توسط روح القدس درک خواهیم کرد. در غیر این صورت ما سخنگویان خوبی هستیم. شما میدونید که من توی صحبتام ضرب المثل استفاده میکنم، جوک استفاده میکنم، ولی به چه درد میخوره؟ شما امروز روی صندلی میشینید به به میگید، خوشتون میاد. اونها عزیزانی که روی تلویزیون هستن، روی اینستاگرام و فیسبوک هستن، میگن به به واه چه جوک خوبی بود، کوشن. اونا که از جوک خوششون میاد کوشن، الان کجا رفتن؟ تعلیم بدون پیام روح القدس تعلیم موقتیه، قوت درش نیست. پولس رسول این تعلیم رو به توسط روح القدس یافته و امروز داره به من و شما و به کلیسا اعلام میکنه. بله،
این را به یادگاری من به جا آرید. و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من. هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید. پولس رسول متوجه شده بوده مرگ مسیح که بعداً قیام او شده، مرگ گناه او بوده و گناه من و گناه شما و قیام آن استانداردی که خدا در نظر داشته که من و شما شکل او بشیم. ما در او قیام کردیم، در توانایی او، در قوت، در قدر، در اقتدار و در توانایی او قیام کردیم. اما اگر امروز نمیچشیم این رو و حتی این صحبت‌ها برای ما یه مقدار نامفهوم و سخت هست، علتش اینه که از روح القدس هنوز پر نشدیم. روح القدس رو داریم ولی پیوسته از روح او پر نشدیم. معلمین هستن، برادر عزیزم امیر جان هست، از او بپرسید، از من بپرسید، از پیشکسوتان در این کلیسا بپرسید. پری روح القدس یعنی چی؟ ما موظف هستیم به شما تعلیم بدیم تا تعلیمی که میگیرید رو بتونید درش عمل داشته باشید به آنچه که درست هست. بله؟ زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می نمایید. یعنی تشبیه فکر و ذهن ما هست که مسیح به خاطر تمام دردها و رنجهای ما روی صلیب رفت و مرد. کار مسیح رو دیگه روی صلیب ناقص نمی کنیم. با اعمالمون، با ضعفمون، با تلخیهامون، با رفتار ناشایستمون. بله؟ تا هنگامی که باز آید. پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. یعنی کسی با گناه نزدیک سفره خداوند میشه، با کینه و نفرت نزدیک سفره خداوند میشه، با اعمال و رفتاری که در گذشته انجام داده توبه نکرده نزدیک سفره خداوند میشه. لطفاً قبل از اینکه نزدیک سفره خداوند بشید، گذشته خودتون در حضور خدا ببرید و تقدیس کنید. نهایتاً این هستش که میگیم خدای گناه ندانسته من رو ببخش و به من این قوت رو بده، چون میخوام در تو تولد تازه داشته باشم. مطابق آنچه که در انجیل یوحنا 3:3 عیسی مسیح به نیقودیموس میگه، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند ببیند. وارد ملکوت خدا در حضور خدا نمیتونه بشه بدون اون. عیسی مسیح نمیگه اگر کسی کلام خدا را نخونه و تعلیم رو نگیره. موضوع روح القدس رو داره اعلام میکنه. عزیزان این خرافه نیست، این مال 2000 سال پیش نیست، این کلام کلام جاودانه است، مال همیشه است، تا ابد نیز این اعتبار داره. بله؟ اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. آرامش داری؟ اطمینان داری؟ اقتدار داری؟ امید داری؟ شادی داری؟ اینا تست دیگه، تست کن خودتو. همه رو دوست داری؟ دشمن رو دوست داری؟ آمین. اگر حقیقتاً همون گونه که زینا جان خدا رو شکر برای و همه اینا میگه آمین، دلت میگه آمین، از دست هیچ کس ناراحت نیستی، همه رو دوست داری، کینه تو دلت نداری، ناامید نیستی، نمیترسی، از فرداد نمیترسی. آخ اگر ترام نشه چی میشه؟ عیسی مسیح این همه محبت کرد، این همه معجزه کرد، این همه سخنان نیکو گفت. همون قومی که نیکویای عیسی مسیح رو دیدن گفتن باراباس آزاد شه، عیسی مسیح روی صلیب بره. ترام و رسول و اون دیگه چه کاره هستن؟ تمومه. دنیا طبیعتش اینه، طبیعتش خائنه، دنیا طبیعتش خیانت میکنه، غیر از این نیست، چون شیطان سلطنت میکنه. پس انتظار نداشته باشید با فیض خدا ترام رئیس جمهور میشه، نگران نباشید. اما میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، هوشیار باشیم. ترام مال 4 ساله، عیسی ما پادشاه جاویده، آمین، برای همیشه هستش. ما برای ترام دعا میکنیم، برای ترام، برای که رئیس جمهور بشه دعا میکنیم. ولی بعد از ترامپ دوباره دنیا خراب میشه، اینو بدونید. حتی اگر ایشون بتونه کاملا آنچه که درست هست و انجام بده، البته بعدش خراب میشه. هیچ تضمینی روی دنیا نیست، اما تضمین رو خدا به من و تو داده در تعلیم یوشع 1:8 و در اعمال رسولان 1:8 که تعلیم بگی از روح القدس پر بشو، قوت و توانایی زندگی خوب داشته باشه. آمین.
زیرا هر که می خورد و می نوشد فتفای خود را می خورد و می نوشد. منظور همین شراب هست که تشبیه به خون مسیح و نان هست که تشبیه به بدن مسیح هست که انجام شده. امروز به یاد میاریم که آنچه که مسیح گفت، نه فقط آنچه را که مسیح در زمان شام آخر گفت، خیر، آنچه را که مسیح مدام اعلام کرده در چهار انجیل، از جمله انجیل یوحنا، همون برخوردش با نیقودیموس. انجیل یوحنا 3:5 میگه اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. شما میگی من به مسیح ایمان آوردم، من میگم شما روح القدس رو داری. شما میگید همون بود دیگه تموم شد، میگم پوری روح القدس رو نداری. میگه برادر نمیدونم چرا اینقدر آزردم، چقدر خسته خاطرم، چقدر ناامیدم. میگم به اندازه کافی از روح پر نمیشی. یه آبی ریختر تو این ظرف همون لبلبه، بریز تا تمام آب بد وجودت بیاد بیرون، خستگیهات، ناامیدیهات، کینهات، نفرتهات، و طوری برخورد نکنی مبادا بگیم مردم دنیا بهتر از ما. بله این گونه هم هست که خیلی موقع مردم دنیا خیلی بهتر از ما، چون حداقل مواظب رفتار ظاهرشون هستن که ما که اصلا دیگه رفتار ظاهرمون هم نگاه نمی کنیم. میگیم ما ایماندار فرزند خدا هستیم، با دلیری غیبت میکنیم، با دلیلی بر علیه خواهر و برادرمون سخن میگیم، با دلیلی کینه تو دلمون داریم، بعد میگیم از روح القدس پر هستیم. هرگز. 1,000,000 تعلیم خوب رو میشنویم اما عمل نمی کنیم، چون قوت روح القدس رو نداریم. بله؟ اگر بدن خداوند رو تمیز نمی کند، از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیدند. اما اگر بر خود حکم میکردید، این مریضی فقط جسمانی نیستش، این مریضی میتونه روانی باشه. آرامش نیست، شادی نیست، خوشی نیست، سر کارش طرف مدام درگیره با همکاراش، توی خونه با درگیره، همه جا درگیری داره، تو کلیساش هم درگیر میشه تازه با افراد، همه جا یه درگیری داره، آرامش نداره. اگه این گونه هستیم عزیزان خیلی راحته، نیاز به پوری روح القدس داره. اگر خواستید من در این قسمت میتونم تعلیم بدم که چگونه از روح خدا پر بشم، چگونه تراپی بشم، چگونه شفا بگیرم، چگونه آزاد بشم. و خداوند این کار رو به توسط روح القدس انجام میده. متاسفانه خیلی از عزیزان هستن فقط اینجا دعای نجات رو خوندن و تعمید گرفتن رفتن، بعد که بهشون میرسیم برادر پر از رنجه، خواهر خیلی زندگی سخته. خب بله، لباس سربازی عیسی مسیح تنت کردی بدون اسلحه، هی شیطان بهت میزنه، میبینه لباسی که تنت هست نشانه دشمن تو، دشمنی با شیطانه، بلا فاصله بهت میزنه. اسلحت کجاست؟ نه کلام میخونه، نه از روح القدس پر میشه، نه کلیسای مسیح میره. هر کجا هم بشینه میگن مسیحیان اینجا، میگه آره راست میگه، کشش رسول اینه، میگه آره راست میگه، اینم اینه، تو ایمان نداره، شیطان همش به تنبه میره. تو پوری روح القدس نیستش. اصلی رو رها کردیم، اصلی رو رها کردیم، چسبیدیم به در و دیوارهای زیبا، سوء تفاهم نشه، سرودهای زیبا، سازهای خوب، کشیش جوون، سخنان آنچنانی، تکنولوژی عالی، اما پوری روح القدس خالی، هیچی نیست، کلیسا خالی شده. ما این گونه نمیتونیم مردم ایران رو نجات بدیم. هر کسی از خودش شروع کنه به قوت روح القدس، به پوری روح القدس، این قوت رو خواهیم داشت تا بشارت نیست بدیم. بله. اما اگر بر خود حکم میکردیم حکم بر ما نمیشد، لکن هنگامی که بر ما حکم میشود از خداوند تعدیب میشویم، مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شود. پس این هوشیاری داشته باشیم، مردم جهان نیز نگاه میکنند آنچه را که رسول میگه خودش انجام میده یا نه. آیا فقط شعاره؟ ما شدیم آخوند بالای منبر شعار بدیم، فقط مردم اون موقع صلوات میفرستادن، الله اکبر میگفتن، حالا آمین بگیم، هیچ عملی در ما نباشه. ما فرزندان خدا هستیم، در ابتدای سال تدبیر درست بچینیم، هر اشتباه، هر گناهی رو قبل از اینکه به سفره خداوند نزدیک بشیم، خواهشم این هست که تقدیس کنی زندگی رو. شاید این کلام کمی تلخه، اول مال منه، نیاز دارم من که به قوت روح القدس عوض بشم، به قدرت روح القدس عوض بشم، تا یک زندگی تازه روحانی داشته باشم. روح خدا رو من مدام به تازگی باید
دریافت کنم از اون. مدام باید رو ملاقات تازه بکنم. آمین. لطفاً بیستیم.